رئیس بیمارستان دکتر سلامی بود و معاونش هم دکتر اطمینان. خود سلامی از طرف خواهیم شده بود یا نبودش نمیدونم. اطمینان چند باره آمد و رفت و اینا هیچ به من نمیگفت، گرچه زیر چشمی میدیدم نگاه میکرد من اینه چه حالتی که وضعی دارم، ولی خب هیچ نگفت. تا اینکه خودم ازش سوال کردم که خب آقای اطمینان قرار هست که بنده در اینجا بستری بشم، گفتن خودش آمد و مثل خندش گرفت، فکر کرد که خب همچین دیوانه در براه یا خیلی وحشی و زنجیری نیست، گفتن که خانه اینطور میگن. گفتم خب اگر اینطور هست خب چرا راهنمایی نمی کنی، تخت خواب من نمیدید که بزنید. بعد گفتم خب بفرم. آمد خود شما، رفتیم بالا و دیدیم بله یک اتاق تنهایی رو بهمون دادن، چون معمولا اون بیمارستان همه دو تخته بود اتاقاش، ولی مال ما رو یک تخته کردن چون جنون مصری بود، اینا مصری نباشه. بله علی حالن من خودم اونجا نشستم و خیلی راحت، چون انتظارش رو داشتم و از حتی تهران به همون آقای رئیس اوقافی گفتم، آقای سارمی، از تهران در پارک شهر دیدمش، بهش گفتم، گفت میدونی چی میکنن؟ گفتم بله. خب چه کار میکنن؟ گفتم این کاری. گفت خودت میدونی این کارو میکنی؟ بله من میدونم این کارو میکنن. به هر حال بعد وارد اونجا نشستیم و خیلی جالب این قسمت اینجاش هم براتون بگم، گرچه خیلی لازم نیست، ولی خب وقتی من نشستم اونجا روبروی اتاق من این قسمتی که من ورده بودم، قسمت اون زنجیری ها زیاد نبود، شاید غیر از من باقید اینطوری نبوده، اون قسمت روانی ها بود و کسایی که بیشتر معتادان بودن، شاید در اونجا حدود 20 نفر معتاد اونجا بود که برای اعتیاد و ترک اعتیاد اومده بودن. روبروی اتاق من یه اتاق بود که بعداً فهمیدیم آقای سیاوش دیلمی بودن و آقای قائمی. خیلی جالب است که اینم بدونید که قبل از که من برم اونجا هم یک آخوند دیوانه دیگری هم واقعا تو اون بیمارستان بود و اون خیلی عصبانی و خیلی خشک بود، مثلا دو سه تا رادیوهای اونا رو شکسته بود به خاطر موسیقی حرام است اینا. بعد مال دشتستانای فارس من که رفتم وارد شدم، این آقا دیدم خیلی زیاد توجه به من داره و همونطور نگاه میکنه، میبینه من که حالا بسن اینجا نشستم تو این اتاق، تابستونم بود در باز، چه جوری هم و چه کار میکنم، چطور دیوانگی انجام میگم مثلا، ولی همونطور که نگاه میکردم یه صفحه هم میذاشت و گاهی برداشت و صفحه دشتستانی بود گذاشته بود، من اشاره کردم بگه که این بلندترش کن، اینکه گفتم بلندتر کنی، خیلی خوشحال شد و سفر بلند کرد و خودش هم بلند کرد، یه چرخشتی داد و نشست. هیچ دید همطور هم نگاه کردن چه حالایی بگم تمام شد. من فردا که صبح رفتم وضو گرفتم آمدم نمازمو خوندم و صبحانه خوردیم، خودش آمد در اتاق گفت آقا ممکنه خواهش کنم که بیان این تو بنشینیم یه خورده با هم صحبت کنیم؟ اینا تو اشکال نداره. از صبح ساعت همون اوائل صبح نزدیکای 8 و اینها تا ظهر ساعت 12 ریشتا بودیم صحبت میکردیم، صحبت های معمولی عمومی جوک میگفتیم مثلا میخوانیم جوک های آخوندی هایی هست، تا اینکه نزدیک ظهر گفت بابا جون من دیگه حوصله‌ام سر رفت، میخوام اینم که سوال ازت بکنم ولی روم نمیشه. میگم صبح تا حالا نشستی اختلال حواسی من دست رو سراغ ندارم و خواستم ببینم که چی شده که شما رو آوردن اینجا. گفتم این از من نپرسید، این از کسانی میپرسید که من آوردم، چون اگه بنده بخوام بگم من میگم مسلمان ها مردم دشمن من بودن، پول منو میخواستن ببرن، نمیدونم چک میخواستن فلان کنن، این حرفا کسایی که اونجا بودن معمولا اینجا حرفا، این از من شنیدنی نیست، این حرفا باید این کسانی رو ببینید که اینها رو من آوردن. گفت از اونا رو از اونا میپرسم. باشه شما بگید. من گفتم که زیاد اصرار نکن، چون من برای تو بگم اصل مسئله باور نمی کنی، جا باور نکنی، بهتر این است که دلش کنی. اصرار که نه بگو بینیم خودم بگم برات، بگو حتما. گفتم راستش این که من بهائی هستم و برای این خاطر من آوردن. خیلی تعجب کرد و گفت پس باهایی ها هم آخوند دارن؟ گفتم نداشتن ولی حالا مثل این آن دارا باشیم. گفت خب چطور شده بلان اینها شهر دادیم. خلاصه که برای دونگم اون روز تا دو بعد از ظهر نهار نخوردن و همتون شده بگم که من چطور شده باهایی شدم و یکی از اونهایی شدن اینا که واقعا در همون جلسه تصدیق هم رو کردن و واقعا تصدیق گفتن که اگر ما از این
بلا ایجاد پیدا بکنیم بهایی خواهیم شد. و تا آخری که من اونجا بودم چندین بار به دکتر سلامی حتی دعوا واقعا دعوا کردم که برای چی این گردش بکنم. بله ما در اونجا دیگه موندیم و مفصل از داستان اونجا واقعا خیلی جالبه، چون 95 روز من اونجا نگه داشتم و در این 95 روز اکثر روزاش می اومدن از علما، از انجمنی ها، یک کامیون انجمنی از تهران آوردن، یکی از مشهد آوردن، صحبت میکردیم، نوارها شد، صدها نوار گذاشتن. و جالب نیست که من هنوز یک باهایی ندیدم، نمیدونستم در جواب اینا چی میگن. خیلی ساده و مسائل خیلی عالی، مثلا از همین چی نیاز دال گورتی رو خوب یادم هست. از من پرسن که خب چی نیاز دال گورتی میگن این دین رو آورده، شما چی میگید؟ من گفتم شما مطمئن نیست چی نیاز دال گورتی آورده؟ بله مطمئن. گفتم حاضر قسم بخوری؟ گفت بله من حاضرم قسم بخورم که چی نیاز دال گورتی اینا رو آورده، نه سیده با. گفتم پس ببخشید اگر اینجوریه من اشتباه کردم. تا حالا چی اشتباه کردی؟ گفتم من تا حالا فکر میکردم که سید علی محمد باب قائم آل محمد، حالا فهمیدم چی نیازی داری گفتی قائم آل محمد. بعد یه همچین جوابایی بهشون میدادم، مثلا گفتن سید باب، گفتم من بابم، گفتم بله درست. بعد گفتم من قائمم، گفتم درست. بعد گفتم من پیغمبرم، گفتم درست. بعد گفتم من خدام، گفتم اون درست. بعد توبه کرده، گفتم نه این درست. خب چطور میشه یکی هم اونو باشه همین؟ گفتم شما اصول کافی رو خوندید؟ نه بله خوندید. گفتم در اصول کافی میگه خداوند حضرت ابراهیم رو اول بندش کرد، اتخذ ابراهیم عبدن قبل ان یتخذ او نبی، اول او رو بنده کرد قبل از اینکه او رو نبی کرد، بعد او رو نبی قرار داد قبل از اینکه او رو رسول قرار داد، بعد او رو رسول قرار داد قبل از اینکه او رو امام قرار داد. پس یک پیغمبر خودتون یک پیغمبره داره چهار تا مقام و هر کدوم هم قبل از چه اشکال سید باب هم یه همچه حالتی و اینطور مسائل. البته حالا خیلی جواب این نیست، اما هم میگم در اون موقع اینجوری. خیلی تکه جالبی در این بیمارستان هست که اینم براتون بگم بعد نیست. آقایی بودن در اونجا به نام سید حسن خداشناس، ایشان هیپنوتیزر اون بیمارستان بود و در اون بیمارستان هیپنوتیز می‌کرد. آقای سلامی داشت که یک آخوند دیوانه شده، اگه تو اون رو هیپنوتیز نشکنی یک جایزه طلب من کن. این آمد اونجا دیم بله خیلی جوان موقری و گفت آقا سلام علیکم. گفت سلام علیکم بفرما. اومد نشست و گفت آقا اجازه میدید چند دقیقه اینجا خدمتتون بشینیم؟ بفرما. اجازه میدید خودش صحبت کنیم؟ گفتم بفرما. فکر کرد چی بگه چی شروع کنه، شاید به نظر چیز نزدیک. گفت ممکنه خواهش کنم خودتون شروع کنید. گفتم بله. حوصله‌تون چقدره؟ گفت خیلی زیاد. هر چی بگه. 20 دقیقه من براش صحبت کردم راجع به کیفیت حال خودم و اینکه چطور من بهایی شدم و الان دیانت بهایی را قبول دارم و بهایی اینه. بعد از 20 دقیقه خدا شاهد است به جدش بلند شد، سید بود آسر حسن خداش بلند شد از سر جاش ایستاد، رو صندلی بلند شد و اینطور نگاهی به اطراف کرد، گفت اینجا کجاست؟ گفت اینجا کجاست؟ و تو چی هستی؟ این حرفا چی بود زدی؟ من خیلی ناراحت شدم از طرفی، از طرفی گفتم شاید واقعا راست میگه. این آمد همین که جمله رو گفت و رفت، هیچی دیگه نبود، این یک کلمه دیگه آمد رفت. اومد بیرون، همین که آمد بیرون من فوری دنبالش آمدم که اینا نشون بدم این چیه. نون نکنی رفتن از دیوانه ها باشه و وقت طرف کردیم. یک خانمی اونجا بودن که پرستار اینها بود، صداش کردم گفتم این چیه؟ این هیپنوتیزر است و طبعا کار میکنه و این بیمارستان کارمندش.